نفسگیر داریم. لیورپول در برابر ناتینگهام، البته این یه بازیه معمولی نیست، بلکه جدال آقای گلای لیگ جزیره هم هست. صلاح با 21 گل صدر جدول، سایروس با 18 گل نزدیکترین تعقیب کننده مصطلح. البته که سایروس میخواد توی این بازی نشون بده که دیگه از حاشیه‌ها فاصله گرفته و دیگه فقط تمرکزش روی فوتبالو نمیخواد با کسی چرا بحث علکی داشته باشه. برو بریم برای این بازی حساس تا ببینیم که سایروس میتونه در برابر لیورپول کاری بکنه یا نه. امروز بازی خیلی سختی داریم، بازی با لیورپوله. خدای خودت کمک کن سفید بشم، دیگه میخوام تمرکزم بزنم رو فوتبال، از حاشیه‌ها دوری کنم. خودم هم دیگه با حمدالله مقایسه نمی کنم دیگه، بس بابا. امروز ایشالله میریم برای گلزنی و برد و آقای گل شدن من. باید صلاح بگیرم. آهای پسر جون. به سلام و صلاح، حالت چطوره؟ چیکار ها میکنی؟ میبینم که اینجا با استادیو سعی داری یه اسمی هم از خواهی دست پاک کنی. آفرین، جوون خوبی هستی. ممنون، نظر لطفت، خودت هم بازیکن خیلی خوبی هستی. البته نمیدونم اینجا چی کار میکنی، قاعدتا نباید طرف رختکن ما باشی، خلاف قانون ها. در جریانی؟ بازیکن جوان خوبی هستی ها، اما تهش یکی مثل ما هالند باشی که فقط به تیمای کوچیکا بینامونشون گل میزنه. همه صداش فرمونی مصری نیستن که فقط به تیمای بزرگ گل بزنن، به منچستر و من سیتی و تیمای دیگه. تو تهش بتونی به فولام گل بزنی، فهمیدی؟ من فقط به تیمای کوچیک گل میزنم. منچستر سیتی کوچیکه؟ خودتم که به سیتی گل زدی پس کوچیکی نه؟ من بازیکن کوچیکی هستم، ولی مطمئن باش 10 سال دیگه تو خیلی بزرگترم. البته تمرکزمو دیگه فقط گذاشتم رو فوتبال، دیگه کسی مثل تو نمیتونه با این حرفاش رو مخم بره. اینو تو بازی بهت نشون میدم. ببین میخوای آقای گل بشی، من از اون نشه مصطلح رد بشی، من ازش به تو نمیدم که تو آقای گل بشی. امروز هم 3 گل رو بهتون میزنم، هتریک میکنم که ببینم اصلا کسی دیگه اسم سایروس پایروس میاره. اون که پدرت بود همیشه در برابر ما بازنده بود و سرش خم تا که دیگه طوله یه اونی رد شه. تو بازی میبینمت. نگاه کن اینا عجب آدم هایی هم پورو برای اینکه تمرکز من رو به هم بزنن دست به هر کاری میزنن. سلام فرستادن اینجا هر داره تمرکز من رو به آوردن اسم حمدالله به هم بزنه. از این بعد دیگه اصلا نباید نشون بدم با حمدالله مشکل داشتم، حتی باید نمادینم بگم خوب بودیم با هم دیگه. چیکار کنم، مجبورم تو اینجوری نه اون موخه من برن تو بازی بهش نشون میدم. صبر کن حالا کارتون میکنم، صبر کن، منتظر باش، منتظر باش، دارم میام. سایروس نشون داد که دیگه دنبال کری خونی های بچه بازی و علکی نیست، دیگه تمرکز کاملش روی فوتباله. حالا اون باید به محمد صلاح نشون بده که یه من ماس چقدر کاره داره. صلاح باید بفهمه که با یک گوه استعداد طرفه، با کسی که علکی بالا نیست، با کسی که اومده تا توی دنیای فوتبال بجنگه، بمونه و ماندگار بشه. بازی از این لحظه آغاز میشه برای ما. دیاز از سمت چپ حرکتی رو انجام میده رو به عقب برای جون فرصت برای لیورپول. جونز فرصت برای لیورپولی ها، فرصت خطرناکه. دیاز، محمد صلاح خیلی دوست داره گل بزنه و کل سایروس رو بخوابونه. دارم اضافه میشه روی این توپا، دفاع ما حواسش باشه به اینجور حرکات. صلاح توپو داره، سایروس هم جا گذاشت. یا صلاح فرصت باشه زدن بازیکنای ما، فرصت داریم، میتونیم بریم برای زده حمله که رفتیم. سایروس سکه داره انجام میده، وندایک در برابرش، سایروس ضربه. سایروس خیلی عملکرد خوبی رو نداشته مون صلاح. اینجا رسید به سایروس، حالا پاس برای مانگالا. مانگالا اون سم بازیکن بوده در اون حرکتی رو انجام میده. حالا پاس سایروس، توپو داره برای مانگالا، مانگالا حرکت میکنه، فرصت برای ما. سایروس توپو میاره توی محبته و گل میزنه. نشون میده به صلاح رئیس کیه. چرا خوشحالی گل رفت؟ ای خدا، سمی خوشحالی گل بچه ها ساکت براش بزنم، حیف شد واقعا. ارسال برای تیم لیورپول، صلاح و میگیره توپو دروازه‌بان ما. محمد صلاح توپو داره، تو میده فرصت برای بازیکنان یه لیورپول تو محبته. توپگیری خوب است بازیکنان ما، اگه بتونن پاس اونجا به سایروس برسونن که رسوندن. سایروس عالی عبور کرد از یه بازیکن لیورپول، میتونست خطا باشه. صلاح، مصلا پاس برای
گاکپو تو محوطه 90 بازیکن ما پنالتی بدن اونجا. سلا! تیر دروازه بد شانسم هست. حالا خدا هوای سایروس هم داره. انگار حمدالله از بهشت حواسش به سایروس هست. فرصت برای لیورپول. دیاز خواهد سایروس هم میاد کمک کنه تو محبته. دیاز میفرسته ساندرو گاکپو. گل زدن بالاخره. گل زدن بالاخره. ایرادی نداره. ضربه سر عالی از سایروس. جانسن توپو میاره تو محوطه خود جانسن. یه پاس میتونیم بزنیم. بزن تو رو خدا. چیو نزد بازی کنه ما. حتی کورنر هم نشود. فرصت برای لیورپول. نخوریم تو این لحظات پایانی که واقعا حیفه. صلاح، محمد صلاح رو به بیرون. یه ضربه. کورنر. کورنر برای لیورپول. دیگه باید با چنگ و دندون حفظ بکنیم. یه ارسال میتونیم بریم برای ضد حمله. اگه دوباره ارسالشو بده که نداد و تموم شد. به جرأت میگم سایروس یکی از بهترین ورژن ها و یکی از بهترین بازی خودشو داشتی این مسابقه. بازی خیلی خیلی خوبی بود. تونستم از جو زیبای استادیوممون لذت ببرم. خب قبل از بازی سری حواشی هم بود، صلاح اومده به من میگه تو بازیکن کوچیکی هستی. نمیدونم برای چه حرفا رو زده. تو بازیکن کوچیکی هستی، به همین خاطر فقط به تیمای کوچیک میتونی گل بزنی. خب من امروز تونستم به لیورپول گل بزنم. خود شما به من بگید من بازیکن کوچیکی ام که تونستم به لیورپول که تیم کوچیکی گل بزنم. آیا لیورپول تیم کوچیکیه؟ 100% نه. صلاح با این حرف اصلا داره به لیورپول توهین میکنه. کارش خیلی زشت بود قبل از بازی. اومد این حرفا رو بزنه تا رو مخ من بره. اما من هم به خودش، همه باشگاه لیورپول احترام میذارم و از اینجا میگم فقط دیگه تمرکزم روی فوتبالمه و امیدوارم که بتونم جواب بگیرم. دنبال حاشیه نیستم. وقتی که میتونی به باشگاه مثل لیورپول گل بزنی یعنی بازیکن بزرگی هستی. خیلی ممنون، خوشحالم که دوباره تونستم بهترین بازیکن زمین بشم. بریم برای یه بازی دیگه، این بار در برابر برایتون. ولی بچه‌ها جدال اصلی ما اونجاست که سایروس آقای گل بشه. اونجا تیر اصلیو این مار زخمی زده به فرعون مصری. بریم برای بازی ولی در برابر تیم برایتون، تیمی که علیرضا جهانبخش هم قدیم توش بود، عشق محمد. حالا بریم ببینیم این بازی چیکار میکنه. بچه‌ها واقعا اون بازی درخشان در برابر لیورپول میطلبه که سایروس این بازی هم گلزنی بکنه. برگردیم رتبه تک رقمیمون. بریم آقا. برایتون موقعیت ضربه. سایروس در اختیار داره. خود سایروس دونک رو اونجا از رو برداشت. سایروس گرفت. سایروس یه چرخش عالی رو اونجا انجام داد. خود سایروس میزنه و گرفت. حالا یه حرکت برای ما، اگه پاس تونگ رو بده برای سایروس که داد. سایروس موقعیت میزنه و گل. سایروس بابا یه خوشحالی گله. ما اشتباه داریم میزنیم. ای به خدا، ای خدا. بازی سخت و اساس توی اف ای کاف در برابر چلسی داریم. امیدوارم که بتونیم بچه این بازی رو پیروز بشیم و بریم بالا. تنها جامی که ما شاید شانس داشته باشیم در اون که یه جورایی جام ببریم. اف ای کاپ جای دیگه شانسی نداریم. پس از این لحاظ بازی خیلی خیلی برای سایروس و رفقاش مهمه. تو بازی با لیورپول سایروس نشون داد که داره به مرز پختگی میرسه. دیگه دنبال کلکلای بچگونه نیست و الان میشه گفت بچه داره از در واقع اون گوری که داره به عنوان سلاح استفاده میکنه با سکوتش. بریم برای این بازی اساس در استنفورد بریج. بازی برگزار میشه خونه آبی های لندن. بریم برای این مسابقه. سایروس شده رکت روی انجام داره. ریز چیم زد برابرش. خود سایروس پاسشون میرسونه به امانوئل دنیس. خود دنیس فرصت برای تیم ما. سایروس پاس برای مانگالا میزنه به تو. فرصت برای تیم ما. موقعیت جانسن میتونست کات بک کنه. بریم برای این مسابقه. اولین موقعیت گل برای سایروس. پاس خوبی براش دادن. سایروس توپو داره. خود سایروس فرصت داره. سایروس میتونست بچه جلوتر از این بیاد. سایروس میچرخه جا گذاشت فرصت. سایروس حالا گل. حالا گل سایروس. ببینیم چی کار میکنه اون با
خوشروش میره در آغوش عجب مهاجم نوکی که ای کاش و هم فیکس بود. حالا ما به مرحله بعدی صعود کردیم، اینجا مهمه تا سایروس اولین جامه قهرمانی دوران بازی خود شد. چقدر راحت شد اون مدافع وسط چلسی یه بار دیگه بچه ها سایروس نشون میده برعکس حمدالله که بیشتر تو زدن شوتای فنی تمهور داشت، سایروس توی کارهایی تمهور داره که بیشتر قدرتیه، شوتای قدرتی و سرعتی مثل همین صحنه که دیدید. یه دروازه خطرناک لوکاکو نخوریم تو رو خدا، این چند دقیقه رو دیگه تمومه تمومه، دو هر تو دو میزنه ما با شکست چلسی و تکل سایروس تو مرحله بعدی صعود کردیم. مبارک همه جیمیانی ها و هواداره ناتینگهام باشه این پیروز. بنازم آقا باز داریم با تیم پشتری خودمون با 32 امتیاز کریستال پالاس. خیلی بچه ها نمیتونم بگم واو چه بازی مهمی و اینا، فقط باید بردش دیگه، واقعا این تیم رو ما باید ببریم، حرفی جز این نیست. بازی ها تیم کریستال پالاس شروع میکنه، بچه تو این بازی ها سایروس میتونه هم زیاد گل بزنه اگه تیم خوب بازی کنه، هم زود بره استراحت کنه، امیدوارم این اتفاق رخ بده براش. اشتباهی کرد خط دفاع ما، سایروس اکل داره از سمت شپ خط دفاعی کریستال پالاس انجام میده، خود سایروس رو به عقب با امانوئل دنیس، سایروس دنیس اونجا خوب پیدا کردن دو نفری، عجب هم کنی بازم با امانوئل دنیس کار میکنه سایروس. حالا حرکت خوبی ما داریم انجام میدیم، بازم سایروس بازم اوست که سعی میکنه اونجا توپو به گردش در بیاره برای تیمش. سایروس پاس برای امانوئل دنیس، دنیس دارن عالی همکاری میکنن و بالاخره این یک و دوها میگیره عالی بود حرکت اونجا، حرکت ترکیبی سایروس با امانوئل دنیس. این پاس تونگو این بار دیگه تو زدن سربش به جای قدرت دقت و چاشنی کرد سایروس. اولی است سایروس، حالا خودش اونجا با سرعت وحشتناک بالا شپاس خوب رو اونجا داد، فرصت برای تیم ما، میتونیم بزنیم گل بعد. سایروس یه بار دیگه اونجا تبدیلی میکنه، خود سایروس همکاری عالی، ضربه سایروس گلگر کرد برای ما، فرصت داریم. سایروس حرکت میکنه میگذره از بازی کنه کریستال پالاس، خود سایروس حرکت، سایروس میزنه جبل میکنه و تمام، برد برای تیمش قطعی کرد سایروس جونیور عبدالله. این بازی به پایان رسید، تونستیم 2-0 ببریم، گل رو هم که خودتون دیدید دیگه بچه‌ها که سایروس زد و داره میتره کنه این هفته ها، کلن داره تیمو به تنهایی بایش رو چون فقط داره بهترین بازی کنه بازی میشه و اگه این ما هم بهترین بازی کنه ما شد واقعا تعجبی نیست. بریم برای بازی آخر پارت، فولام 11 ما دوام خیلی نفس نداریم، هوا بارونی، برو بریم، کار سخته انصافا سخته و باید کره رو ما درش بیاریم، امیدوارم بشه. فولام توی بدی نبوده بچه ها هیچ وقت و همین کار ما رو خوب سخت میکنه. اما ما باید ببریم، فولام ما رو برده، تیم خطرناکی دارن و بریم چمن و فولاد شهره. فرصت برای فولام، میتروویچ بابا چه وضع دفاع کردنه، بگیرید اون دفاع کوفتی رو دیگه، ای بابا. سایروس خوب اونجا زد برای امانوئل دنیس، خود دنیس پاس عالی برای سایروس، سایروس چه زود شدن با امانوئل دنیس، میره سمت هوادارا، پادشاه ناتینگهام همه رو اونجا به زانو در آورده. اینکه خود سایروس شروع شد، دنیس پاس رسوند پای راست قدرتمند سایروس، زاویه موفق رو انتخاب کرد و توی دروازه. از رابایو هم نتونست کاری از پیش ببره که پشت سر سایروس بود، بالاخره این اتفاق میفته و توپ میرسه به سایروس، پاس عالی اون برای مانگالا، توپ برد تو فاز عمله برای تیم
فرصت شانس چیکار میکنه؟ پاس برای سایروس میزنه، چقدر بد زد. سایروس فرصت داره، خود سایروس توپ اونجا میاره رو پای راست ادرابایو، اجازه کارو ندار، میفرستن بعد با بعد این سانت اینجوری میخواییم بکنین سانت نکنین. خیلی کورنر رو بد میزنن. وای هم که بچه ها تو پایین این پارت هم همراه بودید. اگه با این ویدیو حال کردید بالای کامنت خودتون نشون بدید. بچه ها خیلی درخواست میکنم که تایم این ویدیوها بالاتر بره. همینجوری شم من دارم برای فقط ریکورد ویدیو یک ساعت و نیم بودن تایم میذارم و بازی های زیادی داره انجام میشه و واقعا فکر کنم تایم یک روب تا 18-20 دقیقه تایم مناسبی برای یه ویدیو فوتبالی باشه. نمیدونم دیگه واقعا چی، بعضی میگن نیم ساعت و نیم ساعت زیاده، واقعا زیاده برای فوتبال. همه مثل شما حوصله‌شون نیم چشم، همینطور به نظرم مناسب. مرسی که این ویدیو رو دیدید. شاکرم تو ویدیو دیگه. فعلا بدرود. We'll be right back.